رانندگان و زحمتکشان زیر فشار هزینه‌های بالا در واقع دارن له میشن. به اعتراف یک مهره حکومتی به نام فرامرز توفیقی در خبرگزاری حکومتی ایلنا روز 8 مهر 90% قدرت خرید کارگران در مهر ماه 97 نسبت به ابتدای سال کاهش پیدا کرد. توجه بفرمایی میگه 90% قدرت خرید کارگران و مزدبگیران ثابت پایین اومده. اون هم در شرایطی که قیمت‌ها در حال جهش وحشتناکیه و حتی سیب زمینی و گوجه فرنگی به کیلویی 5000 تا 7000 تومان رسیده. خبرگزاری حکومتی ایسنا روز 27 شهریور 97 نوشته قیمت برخی کالاها از 50% تا 100% افزایش پیدا کرده. در چنین وضعیتی یک نگاه به وعده‌های پوشالی رژیم آخوندی به کامیونداران به خوبی روشن میکنه که چرا این کامیوندارها چنین وعده هایی رو قبول ندارن و خواهان پرداخت منصفانه کلیه حق و حقوق خودشون هستن. ولی از اونجایی که شرکت های حمله بار اساساً در چنگ مافیای غارتگر حکومت ولایت فقیه و پاسداران و عواملشه، امکان دست برداشتن از این غارتگری ها و پرداختن حقوق رانندگان وجود نداره. یک چهار اعتصاب کردن راننده های محترم، ولی خب مسئولین هیچ توجهی به مشکلات ما نکردن که 150 برابر بگم درصد استهلاک لوازم یدکی لاستیک تورمش بالا رفته که در 10 سال پیش هم همین مشکلات رو داشتیم تا به امروز ما تونستیم با چنگ و دندون خودمون رو نگردیم، ولی واقعا دیگه الان نمیتونیم، یعنی رای دیگه نداریم جز موندن و اعتصاب. و تا زمانی که حقمو بهمو بر نگردونن متصوب و مسلم و پا بر جا اینجا وایسادیم. الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. ملک با کفر باقی میمونه ولی با ظلم باقی نمیمونه. دارید ظلم میکنید به ملتتون، به خادم ترین قشر جامعه، یعنی معلم دارید ظلم میکنید، یعنی حقوق تمام ملت رو دارید زیر پا میذارید، حق همه ملت رو دارید زیر پا میذارید. ما سال هاست که از حقوق ملت داریم دفاع میکنیم. حق ما 5 میلیون، حقوق ما 2 میلیون. حق ما 5 میلیون، حقوق ما 2 میلیون. از آزادیش چی مونده که حدود 20,000 بازنشسته جرأت نمیکنن اینجا جمع بشن؟ چرا از حقوق تضییع شدهشون دفاع نمیکنن؟ یعنی احساس آزادی نمیکنن، چون میبینن هر کسی صدای حق طلبی از حنجرش در اومد، در کوتاه مدت در یکی از سلولهای انفرادی به بندش کشیدن. نظام نظام سرمایه‌داری است، یعنی وابسته به سرمایه‌دار، کارگر باید بمیره. 4 تا کارگر رفتن خودشون رو آتیش زدن. 1200 لعنت به این زندگی. آقا بیاید ما رو دار بزن، من به قرآن به دار راضی ام. آخه من برم دردمو برم به کی بگم؟ با 3 تا بچه با حقوق کارگری ما 1500 من چی جور زندگی بکنم؟ آخه لعنت که به تو بگه میگن عوضی حروم زاده نشستی بالا با اون دست چلاقت هیچ صدات هم در نمیاد، نمیده ملت دارن چی میکشن، زیر خط فقر دارن از بین میرن. اینا برای باید بریزیم بیرون، دوت از ریشتشون باید کنده بشه کلن. تو رو خدا بریزیم بیرون. امان فساد احواز همینجاست، همینجاست. امان فساد احواز همینجاست، همینجاست. کشور ما همینجاست، دروغ میگن آمریکا. کشور ما همینجاست، دروغ میگن آمریکا. نمیدیم شهریه
این روزها علاوه بر حمایت اقشار مختلف مردم از اعتصاب شجاعانه کامیونداران، هنرمندان و شاعران هم با حمایت از همین عزیزان لشکر هنر رو به میدان مبارزه علیه غارت و استثمار مردم آوردن. شعری هست به نام کامیون که در چند بیت از اون اینطور میخونیم: درب و داغون شده زندگانی ما، پشت فرمان گذشته جوانی ما، اگرچه امروز پارک کرده ایم، هان بترسید از خشم آنی ما. در پایان همین شعر، شعری که به نام کامیون هست، اینطور اومده: ما سر راه و پایانه بنشسته ایم، این زمان دست ها از سکوت شسته ایم، حال با کامیون کمپرسی همه، ما سپر در سپر جمله هم بسته ایم. کامیون 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 کامیون. سرود کانون های شورشی. در شرایطی که رژیم آخوندی به غارت منابع مردم ایران و دسترنج اونها مشغوله، کمک به هموطنانی که در مشکلات مضاعف به سر میبرند مثل همین کامیونداران عزیز از وظایف مبرم همه جوانان و مردم قیام آفرینه. همچنین به دنبال بارش شدید باران در استانهای شمالی که باعث سیل شد، از جمله در خراسان شمالی، گلستان، گیلان و مازندران که متاسفانه در سیل تاکنون 8 تن از هموطنان جان خودشون رو از دست دادن، کمک به این هموطنان سیل زده ضرورت بسیار داره. خانم مریم رجوی طی پیامی ضمن ارسال صمیمانه ترین همدردی ها و تسلیت ها نثار هموطنان سیل زده، به ویژه خانواده قربانیان، عموم جوانان خطه شمال رو به یاری سیل زدگان فرا خواند و گفت آخوندهای فاسد با غارت سرمایه های کشور و به هدر دادن آنها در سرکوب و تروریسم و جنگ، مردم را در برابر حوادث طبیعی بی دفاع گذاشتند. روستای کشکول به سمت پلتان، میبینی جاده را آب برده. Oh,
ماشاءالله پرچم یه از بالا پرچم اعتصابداران بالاست پرچم شیراز شیرازی بالا اسلام پرچمش بالا همچنان اعتصاب پرچم همه شهرها بالا پرچم شیرازی ها همیشه بالا پرچم دلچه همیشه بالاست مازندران شهرستان نکا پرچم بالا یه ماشین هم پر نمیزنی تو جاده ساوه پانزده هفته نود و هفت اعتصاب رانندگان زاهدان سلام الان چهارده هفت ما از بیکاری از پونزه روز بیکاریم اومدیم قاز پرورش میدیم شکر خدا برای شغل شریف ما لانه جدید درست کردیم براشون بتا قاز خریدیم رانندگی دیگه صرف نمی کنم قاز پرورد میخوایم قاز بچرونیم چهارده هفت اینم استخر پرورش پرورش ماهی ما درود به تمام همکاران که مثل مرد همچنان پا اتصاب با حقشون نه اتصاب با حقشون واسدن درود به شرف دارم چهارده هفت پارکینگ نوگرون